5 پروند هواپیمای مسافربری ATR که ایران بعد از توافق هسته‌ای خریده در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشستند. تا به 13 پروند از این هواپیماهای کوتاه‌برد تحویل شرکت هواپیمایی ایران ار شده. شرکت فرانسوی ایتالیایی سازنده این هواپیما پیشتر گفته بود سعی می‌کند پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بخش بزرگی از 20 هواپیمای سفارش داده شده را تحویل دهد. کاپیتان هوشنگ شهبازی از تهران با ماست. آقای شهبازی، این هواپیماهایی که به ایران تحویل داده شده چقدر میتونه مشکل ناوگان هوایی ایران رو حل کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همدور، خسته نباشید. میگم اگر اجازه بفرمایید من این مسئله رو تبریک عرض بکنم به مردم عزیز ایران و هموطنانم، همکاران عزیز همایی و همینطور به مدیران توانمند کشورم، مخصوصا خانم دکتر شرف بافی که با همت والای خودشون تونستن در عرض این مدت کم، چون در جریانش هستم، در عرض یک هفته و 10 روز تونستن این اجازه خزانداری آمریکا رو بگیرن و تمام این تسهیلات ورود این هواپیما، این 5 فروند هواپیما رو به کشور برقرار بکنن. ما از این زنان توانمند توی ایران کم نداریم. امیدوارم مسئولینمون، سیاستمداران و سیاست سازانمون بتونن از این زنان استفاده بکنن. بله، این هواپیماها 13 فروند وارد کشور شده. هواپیمای ATR 600 هست، از پیشرفته ترین هواپیماهای بروز دنیا هستن، هم از جهت ملخشون و هم اینسترومنتی که پرواز بسا اینسترومنتی که تعبیه شده در داخلشون. ولی همینطور که گفتید اینا شورت رنج هستن و یه مقداری از تکافوی در حدود 1-2% هواپیماهای مورد نیاز کشوره، یعنی از 500-600 فروندی که ما توی کشور لازم داریم، اینها فقط 10-15 تا هواپیما وارد کشور شده. که امیدوار هستم و من از اینجا از آمریکا درخواست میکنم که اگر به صلح جهانی، به صلح پایدار جهانی علاقمند هست و توی سیاستهاش دنبال میکنه، همینطور که اجازه داد وزارت خزانداری آمریکا این هواپیماها وارد کشور بشن، اجازه بده خریدهای دیگه ایران هم وارد کشور بشه و ایرانیر هم به تعهداتش، و همه ایران ثابت کرده حتی توی برجام که به تعهداتشون متعهد و پایبند هستن، ایرانیر هم به تمام تعهداتش پایبند خواهد بود. امیدوارم که سیاستمدارانمون، سیاستسازانمون طوری با آمریکا و دنیا تعامل بکنن که بتونیم حیات انسان رو که خارج از مسائل سیاسی فقط مسئله مسافر هستش بتونیم که سیو بکنیم. آقای شهبازی، این هواپیماها الان تحویل ایران داده شدن ولی تحریم‌های آمریکا قراره تا 2 روز دیگه برگردن. چقدر ایران میتونه روی خدمات پس از فروش این هواپیماها حساب کنه؟ خب ببینید، این هم یه مشکلیه، ولی تا حدودی که من میدونم، تا جایی که من اطلاع دارم، این تعهدات رو به ما دادن و اسپیر پارت و خدمات آموزش‌های لازم رو مهندسی تعمیرات و خلبانان ما دیدن و فعلا تا حدودی این هواپیماها مشکلات پروازهای داخلی هما و کشور ایران رو به اصطلاح از پسش برخواهد اومد و این پشتیبانی تا حدودی خواهد بود. ولی خب از اون به بعد هم مثل بقیه تحریم ها بسته به سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی و آمریکایی داره که کجا بخوان پیش برن. ممنونم ازتون، کاپیتان هوشنگ شهبازی از تهران. ما سرخط خبرهای مهم روز. اعتراضات در بعضی از شهر